در آمریکا به خاطر اینکه نه فقط به پس از کرونا یا اینکه در حین کرونا و وضعیت بیکاری که ایجاد شده و معیشت ایجاد شده، اقتصاد سرمایه‌داری و مخصوصا لیبرال دموکرات ها و گلوبالیست ها که دستمزد های کم در اختیار چینی ها میگذارن و اونو تبدیل کردن به یک صنعت جهانگشا برای اینکه بتونن صنعت جهان رو به پیش برن و هر آنچه که ما داریم چینیه دیگه، یعنی به آسونی هم زود میخنیم و ارزون هست و زود هم خراب میشه، اوکی، از لپتاپ گرفته تا اینک گرفته تا تلفن و غیره. ولی ما باید در نظر داشته باشیم این افراد ساعت 9 صبح تا ساعت 11 شب وای میسن و کار میکنن، یعنی بردهداری نوین، یعنی این وقتی ما صحبت از قرارداد جمهوری اسلامی با چین میکردیم که آمدن خلیج فارس رو فروختن، مازندران رو، دریای مازندران رو به کاسپین رو به روسیه واگذار کردن، از 50%شون به 11% رسید، یعنی که چه؟ یعنی که وقتی دارن تمام خلیج فارس رو دارن تمام ماهی‌ها رو به صورتی دارن شیلات رو در دست گرفتن، همه رو دارن، صدف‌های ما رو دارن میبرن و ماهی‌های ممتازی که در خلیج فارس هست و دارن سید میکنن برای خودشون میبرن که به اونها واگذار میگن. واگذار ما نکردیم خلیج فارس رو، بلکه شیلات رو و ماهیگیری رو در اختیار اونها گذاشتیم، بلکه صدفهای ما رو و آنچه که سرمایه ملی هست ما رو دارن میبرن، چه باقی میمونه؟ یک کشور سوخته و به جای اینکه در دوران پهلوی ایران ساز بودن، اینجا ایران سوز هستن، نه ساز هستن، ایران سوز هستن. خب